در افغانستان امروز نقش و میزان نفوذ مجاهدین چقدر است؟ آیا مجاهدینی که شوروی را بیرون راندند اکنون جایگاهی در جامعه افغانستان دارند؟ سلام به بینندگان پرگار. هر کشوری که انقلاب یا جنگی میهنی از سر گذرانده بعد از اون به ناگزیر یک گروه یا نسل تلخکام پرورش داده، گروهی که دلتنگ ارزش‌های دوران انقلاب یا جنگ و جهاد است، ارزش‌هایی چون ایثار و ساده زیستی. در افغانستان این دلتنگی بیان خود را در نگرانی در مورد جایگاه مجاهدین می‌یابد. اونها که نگران جایگاه مجاهدین هستند میگویند دوران مجاهدین نه یک تاریخ دور بلکه تاریخی است زنده که آثارش را تقریبا در هر خانواده‌ای و در هر کوی برزن میتوان دید. ولی بینندگان این برنامه در افغانستان میدانند که نگرانی ها در این مورد صرفا در ارتباط با تاریخ نیست، در مورد سهم از افغانستان کنونی است. اونها که منتقد دلتنگی برای ارزش‌های جهادی هستند میگویند در حال حاضر دیگر جهاد و مجاهدی در افغانستان نداریم. به گفته اونها خود مجاهدین فهمیدند دوران جهاد به سر آمده و اگر توانستند به دنبال ثروت و مقام رفتند. اما اونها که نگران برباد رفتن ارزش‌های جهادی هستند میگویند مجاهد نه این یا اون شخص بلکه نماد یک دوران است، دورانی که اگر نبود شاید حالا تلفن موبایل و آموزش همگانی برای دختران و نهادهای دموکراتیک هم در افغانستان نبود. آیا چنین است؟ در پرگار این هفته مهمانها بیانگر نگاه‌های متفاوت در مورد جایگاه مجاهدین در افغانستان امروز هستند. عادل محسنی، فعال مدنی، عبدالکریم غریق. آقای غریق از مجاهدینی است که در دوران جنگ و جهاد از مسئولین جمعیت اسلامی بودند، نماینده جمعیت اسلامی در شهر مشهد، و ضمیر میهنپور تحلیلگر مسائل افغانستان. آقای میهنپور در دوران دکتر نجیب از مسئولین امنیتی بودند. خیلی خوش آمدید. آقای غریق از شما شروع کنیم. شما موافق هستید که ما دیگر مجاهدی در افغانستان نداریم، جهاد دیگر نداریم و این دوران به سر آمده؟ مجاهد و مجاهدین نه تنها متعلق به یک دوران خاص بوده و هست، بلکه مجاهد و مجاهدین یک مکتب است و اون مکتب در حال تداوم است. مکتب است که دارای یک اندیشه است، دارای یک فکر است. مجاهدین تنها کسانی نبودند که در بعد نظامی جنگ مسلحانه کردند، بلکه بر پشتوانه بعد نظامی یک تفکر فکری، عقیدتی و سیاسی هم در پشت سر بوده. به این اساس مجاهدین همیشه در افغانستان حضور دارند و مجاهدین کسایند که از گذشته های دور که دوران استعمارگران قدیم هم که بوده، کسایی که در مقابل نفوذ استعماری جنگیدن و بالاخره در دوره شوروی در مقابل شوروی جنگیدن و امروز هم که هست در مقابل افرادگرایی و رادیکالیزم می جنگن، هر وقتی که یک مشکل پیش میشه همون مجاهدین هم که بسانه هست. و این ما میتونیم از روی تلفاتی که مجاهدین میدن امروز، یعنی از استاد ربانی که بزرگترین رئیس جمهور سابق افغانستان بوده تا مثلا احمدشاه مسعود، تا که بزرگترین قماندان بوده تا در هرات علاءالدین خان و ده ها قماندان دیگه و حتی غیر قماندان ها، علما، روحانیون، معلمین و در تمام نقاط افغانستان میبینیم کمی مجاهدین هن که امروز نکته تیز افرادگرایی و رادیکالیزم متوجه مجاهدینه. اینقدر که به همین دوره مجاهدین تلفات دادن، کسای دیگه ندادن. هم مجاهدین هن که اگر روزی مشکل هم میشه
همون مجاهد و پشت همون آرمان خو همون که حاضره از نظر فکری هم هموز همون مجاهده که به مقابل رادیکالیسم و افرادگرایی استاد میشه. همینه مجاهدین یک حرکت نرم و نرمال و معتدل و طبیعی بودند و همون حرکت ادامه داره و مجاهدین میخوان که یک نظام مطابق و مطابق با نرمای بین المللی نظام مورد قبول برای چین باشه، نظامی باشه که حتی نه تنها برای خود افغانستان برای همسایه افغانستان هم نظامی باشه که مفید باشه، برای دنیا مفید باشه. و این میتونیم مثال بدیم مجاهدین بودن که ختم جنگ داخلی تاجیکستان ختم کردن، یعنی امی استاد ربانی و اینا بودن که میانجی شدن بین حکومت تاجیکستان و مخالفین تاجیکستان و اونا رو به اشتی رسوندن. همین قسم مجاهدین با دیگه کشورهای همسایه، مجاهدین میخوان افغانستان یک هویت داشته باشه و در منطقه در این منطقه حضور داشته باشه و باشه و با همه همسایه هم رابطه نیک داشته باشه. خانم محسنی، در حالی که داشتیم میمدیم پایین به استودیوی پرگار، شما من گفتید که ما دیگر مجاهدی در افغانستان نداریم، منظورتون چی هست؟ من با تمام احترامی که به مجاهدین زمان جهاد، زمانی که علیه شوروی اینا ایستادگی کردن به عنوان متجاوز به افغانستان، با تمام احترامی که به شهدای او زمان و او قداستی که او زمان داشت مجاهدین دارم، من میخوایم بگویم که فعلا ما کسی به نام مجاهد داخل افغانستان نداریم و اینا رهبران قومی هستن. یعنی بعد از 2001 مجاهدینی که قبلا به سمت مجاهدین کار میکردن و با اون نام میجنگیدن، جهاد میکردن، به نظر من اینا به عنوان رهبران قومی عمل میکنن داخل افغانستان و حمایتشون از مردم هم به نام رهبران قومی میگیرن نه به نام مجاهد. به خاطر از اینکه ما فعلا میتونیم بگوییم که یعنی چیزی که داخل افغانستان فعلا جریان داره، اوضاعی که جریان داره، طالبان خودشون مجاهدین میدونه، گروه های افراطی که فعلا دارن میجنگن خودشون مجاهدین میدونن و اینای مجاهدین سابقی که به صفت رهبران قومی فعلا عمل میکنن داخل افغانستان، اینا دیگه مجاهد نیستن. اینا به نظر من بعد این که بعد از 2001 اصلا درگیری بین مجاهدین در افغانستان و عدم توافق رهبران جهادی در دوران حکومت موقت که استاد رهبانی رئیس جمهور بودن، عدم موفقیت مجاهدین این بود که اینا با هم توافق نداشتن. وقتی که توافق نداشتن اینا با هم دیگه نتونستن یک حکومت. خانم محسنی، منها این که در اون زمان توافق داشتن یا نداشتن، الان شما فکر میکنید جایگاه مجاهدین چیه؟ برای اینکه تاریخه، ما به تاریخ خواهیم پرداخت البته در این برنامه، حرکت مجاهدین چطوری شروع شد و در نهایت چه دستبندی ها ایجاد شد، ولی الان به نظر شما جایگاهی ندارن در جامعه افغانستان؟ الان مجاهدین هیچ جایگاهی نداره به نظر، به خاطر از اینکه مردم از حمایت مجاهدین یک نتیجه درست نگرفتن. شما میفهمید که البته ما نمیخوایم که با انتقاد از مجاهدین هیچ وقت تکنوکرات ها و یا کسایی که به عنوان تحت شعار دموکراسی وارد افغانستان شدن، ما اینا رو حمایت میکنیم، به خاطر از اینکه اینها هم موفق نبودن. اینها با شعارهایی که وارد افغانستان شدن مردم به اینا اعتماد کردن. شما میبینید در دور اول انتخابات مردم واقعا خوب شرکت کردن و رای دادن و مردم میخواستن سهم بگیرن و واقعا وضعیت افغانستان از وضعیتی که بود بیرون بکشن، ولی ناامیدی از تکنوکرات هایی که در افغانستان کار میکردن، دادن پست های مهم و پست های ارزشمندی که در دولت بوده، دادنشون به افرادی که مدیریت نداشتن، مدیریت صحیح نداشتن و فساد های مالی کلانی که به وجود آمد، مردم وادار کرد که دوباره به رهبران قومی بپیوندن. در دوران جنگ با شوروی فقط این فرماندهان یا رهبران نبودن که می‌جنگیدن، خیلی عظیمی از کسانی که خودشون رو مجاهد مینامیدند مثل سرباز ساده بودن، یعنی جنگجوی ساده بودن با یک کلاشنکوف، اونها که از بین نرفتن، یه تعدادشون درسته کشیدن، ولی اینها از صحنه افغانستان که پاک نشدن، اونها رو نمیشه گفت مجاهد؟
ببینید وقتی که بحث مجاهدین در افغانستان میایه، ما وقتی بحث مجاهدین میشه به طوری که آقای غریق گفتن، این وقتی بحث یک ایده است، یک مکتب است، در این مکتب رهبر است، نظامی هست، فرهنگی هست، همه کسا هست و اینا فعالیت میکنن. یک تعدادی که اینا از بین رفتن، اگر که اینا رهبران فعلی خودشان رو واقعا مجاهد میدانن و اگر اینا ادعا دارن که ما مجاهد هستیم و شوروی رو ما به کنار راندیم و در این جنگ ما برنده بودیم و حکومت فعلی افغانستان اینا دستاوردها و غنایم جنگی خودش میدانه، در این غنیمت کی سهیم است آقای غریق؟ اگر واقعا مجاهدین پیروز شدن و این غنایم باید متعلق به کسایی باشه که همه ایشون کار کردن، متعلق به خانواده شهدا باشه که واقعا سخاوتمندانه جنگیدن، اینا هیچ بهره ای نمیبرن از این غنایمی که فعلا هست، متعلق به سرباز پیاده ای که روزها گشنه جنگیده و خانواده خود از دست داده، متعلق به این باید باشه، متعلق به زنان بیوه باید باشه، متعلق به ایتام باید باشه، کدام یکی از اینا سهم برده؟ اگر ما بر فرض این رو بدانیم که این رهبران مجاهد هنوز هم مجاهد هستند و این حکومت فعلی یا شرایط فعلی یک شرایطی است که اینا پیروز شدن و جزء غرایم جنگی میدانن، پس چرا همه سهم نیستن؟ بله، فعلا اینا به عنوان رهبران قومی فقط به تلاش به تصاحب سمت های کلان در دولت هستند و بله همچنان مسائل مالی. آقای میهنپور، من میدونم با صحبت های آقای غریق شما مخالف هستید، ولی اجازه بدید نکته ای که خانم محسنی گفتن رو به شکل سوال از شما بپرسم. خانم محسنی میگن مجاهدین الان دیگه نقش و نفوذی ندارن. شما به من گفتید که چرا مجاهدین به عنوان یک جریان سیاسی زنده هستند در حزب اسلامی، در جمعیت اسلامی، در احزاب و گروه های دیگه. به این ترتیب به نظر میاد شما فکر میکنید، و این سوال اصلی برنامه است، جایگاه مجاهدین الان حفظ شده و اینها نفوذ و نقش زیادی دارند در سیاست و در اجتماع افغانستان. آره؟ عرض کنم خدمت شما در رابطه با مجاهدین که حضور دارن یا ندارن، قبل از او اگر یک تعریف از مجاهد و مجاهدین داشته باشیم به طور اختصار، با اجازه غریق صاحب، ما طرز دید ما و تعریف ما از مجاهدین به عنوان و یا به ارتباط آن نوشته ها و هان روایت هایی هست که مفسرین و علمای اسلام در زمینه ارائه کردن، نه باعث یک مکتب. جهاد یک امر مقدس درای دفاع از مقدسات دین اسلام و درای از دفاع از تمامیت ارضی وطن است و در آنجا که منافع اسلام در خطر میفته و یا ای که ضرورت ایجاد یک جامعه اسلامی در شعار عملی یک کشور یا یک سازمان سیاسی قرار داره، ما به یقیده نیستم که جهاد یک مکتب است. و اگر به یقیده برم، باز در بین جهاد 8 تنظیم در مابین ایران، 7 تنظیم در مابین پاکستان، یک مکتب دیگه نمیشه، 15 مکتب میشه. بنابراین از مکتب بودنش من صرف نظر میکنم. آیا فکر میکنید مجاهدین به عنوان یک جریان سیاسی در حال حاضر نقش و نفوذ دارند؟ مجاهدین وجود دارد ولی نه برای جهاد. مجاهدین فعلا موقعیت خود دریافت کردند. زمان جهاد در افغانستان سپری شده، زمان آن رسیده، زمان جنگ هم سپری شده، زمان جهاد هم سپری شده، زمان هست که اینا باید به حیث ادبای افغانستان داخل یک پروسیجر سیاسی شوند، احزاب خود تشکیل بدن. ولی مگر احزابی ندارن؟ مجاهدین همون موقع احزابشون رو داشتن، به قول شما چندین تنظیم در ایران، تمام تنظیم ها. الان هم بسیاری از این احزاب هستن. همه تنظیم هایی که در گذشته وجود داشت، همه تنظیم ها به مو نام و نشان خود باقی هستن. حزب اسلامی حکمتیار، حزب اسلامی خالص، حزب اتحاد اسلامی سیاف، حزب جمعیت اسلامی برهان الدین به رهبری شهید برهان الدین ربانی، حزب محاز ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی، احزاب مجاهدین وجود داره؟ یک سوال است، بله وجود داره. ولی یکی که آیا اونا چقدر نفوذ دارن در بین مردم، آیا این مجاهدین و رهبران مجاهدین امور
نفوذی را که در دوران حضور قوتهای متجاوز شوروی در افغانستان بودن امو ماهیت حال هم دارن، امو احترام حال هم دارن. آقای عبدالله که از مجاهدین بود و کماکان خودش رو مجاهد میدونه، بیش از 40% رأی نیاورد. شما رأی ایشون رو رأی یک مجاهد نمیدونید؟ من میخواستم آقای داریوش که در این نکته چی کنم که یکی خود موجودیت احزاب است، یکی نفوذ احزاب، نفوذ رهبرا را از نفوذ رهبرا گرفته تا نفوذ مجموعه یک حزب. او آلتی که در گذشته وجود داشت هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی و هم از حضورشان در جامعه افغانی و هم از نتایج کارشان در مدت پیش از جهاد و بعد از جهاد، به فکر ما او نفوذی که در گذشته می توانست آدم برش قائل شود. خودتان اشاره کردین که مظلوم ترین قشر فعلا مجاهدینه. چرا مجاهد یک نفر، دو نفر، سه نفر نبوده؟ من پیشتر هم خود شیخ خانم حسینی صحبت کردم، اینا خود اینا به ایران بودن. ما در ایران تشکیلات داشتیم 2000 نفر، تنها تشکیلات اداری ما بود غیر از معلمین و اینا که بود. ولی مسئله داشتیم نیست. بله. الان در حال حاضر من همین رو میخوام بگم. بله. از همون 2000 نفر فعلا 5 نفر به دستگاه دولتی کار نمیکنن. هم تحصیل کرده بودن، هم لیسانس بودن، هم تحصیلات بالا داشتن، هم مردم مدبر بودن. ما اگر 4 نفر قماندان نظامی میایه وارد چیز میشه، ما نمیتونیم اینا رو همه به حساب ازی بگیریم که مجاهدین. مظلوم ترین و بیچاره ترین و فقیر ترین قشر فعلا مجاهدین است به این اساس. و دیگه ای که ما اگر مسئله، اگر نام همین دکتر عبدالله را که میگیم، دکتر عبدالله پشتون است، اما دکتر عبدالله رای میبره، رای به حساب جهاد میبره، نه به حساب چی. بله، شما در این مورد میدونم نظر دارید. من مخالف هستم با گپی که شما میزنین. آقای دکتر عبدالله رای میبره. من خودم در زمان انتخابات در افغانستان بودم و واقعا شاهد بودم که مردم های زیادی رای دادن به دکتر عبدالله. ولی دکتر عبدالله به نام جهادی رای نمیبره. دکتر عبدالله به عنوان یک حزب سیاسی و یک رهبر قومی رای میبره. ببینید، شما میتونین این آرا رو وقتی شما بررسی کنین، شما ادعا میکنین که دکتر عبدالله پشتون است، اصلا کار نداریم که کیست دکتر عبدالله. دکتر عبدالله از جبهه شمال میایه و کسایی که رای میده، چی کسایی به دکتر عبدالله رای میده؟ بذارید برای اینکه به خانم محسنی و آقای غنیق، بذارید برای اینکه روی رای دکتر عبدالله در اینجا متمرکز نشیم، برای اینکه خودش یه برنامه هست و احتمالاً در دوران انتخابات بهش پرداخته شده، بذارید یه مثال دیگه بزنیم که ممکنه نتایج کاملا متفاوت ازش گرفته بشه. آقای سیاف حدود 7% رای آورد، از مجاهدین با سابقه شناخته شده است. این به شما چی میگه آقای قریب؟ جناب آقای کریمی، تمام همین جناهایی که انتخابات کردن، 2 نفری که از اینا برجسته فعلا، یک رئیس جمهور است و یک هم رئیس شورای اجرایی، همه از اینا به حساب جهاد رای آوردن. شما اگر آقای اشرف غنی را نگاه کنیم، به پهلوی کریم خلیلی است، به پهلوی سبقت الله مجددی است، به پهلوی پیرگیلانی است، به پهلوی قاضی امین وقاد است، به این حساب رای آورده. اگر دکتر عبدالله را حساب کنیم، آقای محقق است، به حساب جمعیت دکتر عبدالله رای آورده. دکتر عبدالله در جلال آباد بیشترین جا رای آورده، دکتر عبدالله در مناطق رای آورده و همه به حساب جهاد است. امروز به هم هرات خود ما میبینیم. من فکر میکنم که تمام آرایی که داده میشه به یک شخص کاندید، نمیخوایم اسم بیارم، به نام جهادی، اونا به نام جهادی رای نمیتن مردم. ما دلایل مختلف میتونیم برای رای دادن مردم بیاریم. اولا اینکه مردم ما و شما خسته است، 40 سال تحمل جنگ واقعا خسته کننده است. مردم فقط پی از این میگرده که یک نفر بیایه صلح بیاره و همه میخوای که صلح باشد افغانستان و در سایه از این صلح است که مردم به خواسته های خود میرسه، به زندگی خود میرسه. نسل افغانستان یک نسل جوان است فعلا که زندگی میکنه. ولی در مورد این نقد آقای غریق به حرفای شما چی میگید که و مثال هم آوردن؟ ایشون میگن که در مشهد حدود 2000 نفر داشتید. بله. نزدیکان به جمعیت اسلامی. بله. شاخه. بله. مشهد جمعیت. ایشون میگن که از این تعداد
یه چند نفر انگوش شماری الان در صحنه سیاست هستن، بقیه حتی 5 نفر اگه شما بله. ببینید اینها اینا مجاهد خودشون بودن دیگه، علای خودشون دارن گپ میزنن. ببخشید من وقتی میگم که انمی تشکلی به نام جهاد وجود داشته و فعلا وجود نداره، به دلیل از اینکه ضعفایشون چی بوده آقای غریق، وقتی که انمی تشکل میایه و به قدرت میرسه، خب احزاب سیاسی کارش به قدرت رسیدن است دیگه، تلاش میکنه برای اینکه به قدرت برسه. خیلی خوب، اینمی جهادی ها احزاب سیاسی بودن که تلاش کردن و به قدرت رسیدن. کدام شاخه از احزاب سیاسی یا احزاب جهادی ما به قدرت رسیدن؟ فقط شاخه‌ای که مسلح بود، قبول دارین یا نه؟ شاخه فرهنگی حضور نداره، شاخه‌ای که سربازان بودن که پیاده بودن و اونا شهید شدن حضور نداره، خانواده‌های شهدا حضور نداره، هیچ کس حضور نداره، فقط شاخه نظامی اینا به قدرت رسیدن و این شما قبول دارین تا اینجا؟ شما حال به یک نقطه بسیار جالب رسیدین. اجازه بدین اینجا تا اینجا که فقط شاخه نظامی به قدرت میرسه و این شاخه نظامی توجهی به این نداره که پا روی چه چیزهایی گذاشته. خب اجازه بدین جواب بدن. بله ما به چیز خوب رسیدیم. من که پیشتر گفتم که جهاد یک مکتب بوده، در جهاد 2 میلیون شهیده، در جهاد 7 میلیون آواره خارجیه، در جهاد مثلا جهاد دوری روز غیر از این مقاومتی که در دوری طالباست، یعنی مردم همه سهم دارن، همه لبیک گفتن، همه به این تعقیب کردن آمدن، اما یک تعداد مشخص است تونستن از این سهم رد بگیرن. این حال من میگم این اکثریت قاطع فدای یک اقلیت نباید بشه، یعنی وقتی ما از جهاد میگیم، اما همون مجاهده که او روز به همون رقم بوده، در صورتی که برای جفام شده با هیچ امکاناتی هم به او نرسیده، هیچ چیم نه، اما به او آرمان ها خوب وفادار است و استقلال افغانستان وفادار است، برای بیگان ستیزی وفادار است، برای عمران و عبدی وفادار است. اجازه بدید آقای میهنپور صحبت نکردن. بگذارین امی اران چیزی که جهاد از گذشته ها به وسیله علمای اسلام با روایت های بسیار قوی بیان شده به مو اکتفا بکنیم. از این یک چیز نو ساختن از صلاحیت ما نیست، ولی ما در این مورد بازم شما دوام بدین برای مکتب بی بودنش ما حرفی ندارم، ولی اطور نیست، اصلا این جهاد نیست که آدم در یک مکتب شامل شد. جهاد یک احساسات است، یک احساسات انسانی و معنوی هر افغان، هر مسلمان زمان خطر میهن، زمان خطر دین مقدس اسلام دست به جهاد زده و میزنه. آقای میهنپور، مگر همین مجاهدین، صحبت از جهاد که میکنید، مگر همین مجاهدین شوروی رو بیرون نراندن، البته با کمک خارجی، و بعد دولت دکتر نجیب رو که شما از مقامای امنیتیش بودین ساقط نکردن؟ به صراحت میتونم بگویم که ما در رژیم دکتر نجیب الله آمادگی تمام دفاع مستقلانه وطن در 4 سال بعد از خروج اتحاد قوای شوروی در افغانستان داشتیم و هیچگاه به این فکر نبودیم که ما یک روز از طریق یک شکست نظامی حضور مجاهدین در افغانستان ببینیم. ما به شکست خود هیچ وقت نه در گذشته و نه در حال اعتقاد نداشتیم و تا امروز اعتقاد پیدا نکردیم. شکست ناشی از چی بود؟ شکست ناشی از یک کمپلکس ملی و بین المللی که در بعد ملی مسئله تضادهای قومی، قبیلوی، چی در درون احزاب، چی در درون سازمان ها و نفوذ استخبارات کشورهای همسایه و کشورهای خارجی که در خصومت با افغانستان بودن و ثبات در افغانستان نمیخواستن که ببینن، با دست بسیار فعال استفاده کردن و متحدین هم در داخل کشور از رداهای مجاهدین گرفته تا رداهای، یعنی معتقدی سقوط دکتر نجیب ناشی از عوامل درونی خود اون دولت و احزاب مؤتلف در اون دولت بود. آقای غریق، شما قبول میکنید که مجاهدین نبودن که باعث سقوط دکتر نجیب شدن، بلکه تضادهای درونی و به گفته ایشون مشکلات بین قومی و همینطور یک پروژه جهانی بود؟ من از حرفای خانم محسنی یک قسمت را قبول نداشتم، اما کمپلیت حرفای آقای میهنپور قبول ندارم و میایم سر حرف اصلی از اینا که میگن با اسناد و مدارک صحبت کنین. هر حرفی که میزنین سند را میارین و این با اسناد و مدارک باید صحبت کنین. نه تنها مجاهدین که دولت نجیب به سقوط مواجه کردن،
با اسناد و مدارک مجاهدین عامل سقوط نظام 80 ساله کمونیستی در شوروی و اقمار شدن. من به شما میگم دولت دکتر نجیب، دولت دکتر نجیب درسته اول خود گلاسنوست و پروستریکای گورباچوف به مناسبت مصارف زیاد نظامی و اقتصادی روسیه که متخصصین همه کتاب نوشتن، این همه به اساس مقاومت مردم افغانستان بود. یعنی فکر میکنید اون چه که در شوروی رخ داد و باعث شد نظام سوسیالیستی فرو بریزه این ریشش در بحران افغانستان بود؟ حرکت مجاهدین باعث شد؟ شما خانم محسن من اصلاً چنین فکر نمیکنم. ببینید کمونیست یک شکست عقیدت سیاسی بود، ما نمیتونیم بگیم که 100% مجاهدین افغانستان. ببینید اگر کمونیست در افغانستان مجاهدین بیرون کرد، در تاجیکستان کی بیرون کرد؟ در ازبکستان کی بیرون کرد؟ این یک شکست عقیدتی سیاسی بود که رژیم وقت خورد، رژیم کمونیست خورد. و من درست از مقاومت افغانستان یکی از دلایلی شد که رژیم شوروی سابق به این فکر بیفته که بخوای خودش جمع جور بکنه، به خاطر از اینکه هزینه های گزافی رو داشت پرداخت میکرد، یکی از دلایل ممکنه باشه. ولی به هیچ عنوان من قبول ندارم که 100% جبهه مجاهدین افغانستان باعث شد که شوروی سقوط کنه. اولا مورد دومی که من ایراد دارم در بحث مجاهدین اصلا مستقل نیست. مثلا مخالف هستم که شما میگین که اینا برای استقلال افغانستان جنگید. شما فکر میکنین اینا افغانستان مستقل است؟ نه برادر من، اینا با شوروی مخالفت کردن، ولی در افغانستان کی حضور نداره؟ حالا کی حضور نداره؟ نیروهای ناتو کیه در افغانستان؟ ببینید وقتی مجاهدین وقتی در مقابل شوروی ایستاد میشه که شوروی را از افغانستان بیرون کنه، عامل آمدن نیروهای جهانی در افغانستان کی بود؟ وقتی حکومت شوروی به بحران مواجه شد، خود به خود به بحران، عامل بحران حکومت شوروی کی بود؟ عامل بحران مقاومت مردم افغانستان بود. ما خدمتتان میگم بسیار ساده عامل از این بحران که روسیه را به لحاظ اقتصادی پایان کرد، منابعی که از عربستان سعودی پیسه پمپ میکرد، منابع سیایی امریکا، این پول های گزاف که میایه جنگ با وخامت میکنه. اجازه بدید آقای میانپور شما بله. ببینیم یعنی مقاومت مجان و به قسمت حرف ثانی از اینا که حرف دوم اینا که میگن که این نیروها رو چی آورد، باز هم مداخلات کشورهای بیگانه شد که چیزه. پس ضعف مجاهدین مجاهدین در شب اول که مجاهدین به کابل رفتن، هم شب اول راکت باران کابل شروع شد. و من به ارتباط که حرف آقای میهنیار میهنپور میگم، آقای میهنپور میگن که دولت دکتر نجیب سقوط نمیکرده. من فکر میکنم که اگر مسئله پروسی شمال و مسئله جریان و دوستومینا به وجود نمی آمد، 100% حکومت دکتر نجیب در حال سقوط بود. علت شما به شما بگم، بیایم تحلیل بکنه. دولت دکتر نجیب در شهرها محاصره بود، قریجات همه به دست مجاهدین بود. در شهرها که محاصره بود نیاز به مسائل اقتصادی داشتن. همون قسمی که شوروی دولت دکتر نجیب و دولت بابر کارمل آورده بود، وقتی شوروی با حمایت شوروی آمده بودن، وقتی حمایت شوروی از دولت نجیب و کارمل قطع شد، خود به خود دولت سقوط کرد. و علتش این بود که شوروی ماه به ماه پول میداد. بله. تنها در هرات 60,000 ملیشه بود، اینا معاش می‌خواستن. بله. اینا پول می‌خواستن. به همین واسطه بود که طرح بنسوان دکتر نجیب قبول کرد. آقای قریق، به احترام بر شما، ببینین شما میگین که اول شوروی در بحران مالی رفت و بعد حمایتش از دولت دکتر نجیب الله قطع شد و به این ترتیب ما نمیتونستیم که اکمالات بکنیم، به این حالت دولت ما سقوط کرد، یا دولت حزب وطن و مردم افغانستان نخیرتون نیست. تا روز آخر که ما در مابین شهر کابل بودیم، از لحاظ وسایل، وسایت، مهمات، اعاشه، اباطه، ما دیپوها را کنوز باز نشده بود در پشت سر خود باقی گذاشتیم. ما کافی اکمالات خود داشتیم و خوبم میفهمیدیم که اگر اختلافات درون و دست خارجی در داخل افغانستان نفوذ نمیکرد و به شدت کار نمیکرد، ببینین سر توافقات ژنوا اونجا
به ضمانت شد در زمان دکتر نجیب الله که کمک های امریکا هم بس میشه، کمک های شوروی هم بس میشه. شوروی ها میبرن و امریکایی ها هم تناظر منفی را احترام میکنن، اکمالات نمیکنن و بالاخره زمینه برای یک مصالحه ملی فراهم میشه. دوستان بین المللی مجاهدی در همو دوران و کمک های خود ادامه دادن، سر تعهدات خود پای ماندن و جبهه را بله. جنگ آتش زدن و ما بدون از اینکه منافع افغانی خود بفهمیم جنگ ادامه دادیم. با اجازه بتین یک دقیقه بله. ببخشید. از اون روزی که قطعات شوروی از مابین افغانستان برآمد، دیگه مفهوم به نام جهاد و مجاهدین وجود نداره و هر کسی که بعد از رفتن قطعات اتحاد شوروی در افغانستان جنگ و جهاد ادامه داده یک جنگ بله. داخلی. آقای غریق اجازه فرمایش جهاد بله. آقای غریق چون دولتی که توسط نیروهای روس آورده شده بود به سر تانکای روس آورده شده بود، به سر تانکای روس به سر مردم حال چطور میاد نمود حال هم شرایط محصول او شرایطه، یعنی جنگی که در هفت خب اجازه بدید بله اجازه بدید آقای غریق آقای غریق به آقای میهنپور اجازه بدید بحث بر سر نقش مجاهدین، جایگاه مجاهدین و در این سوال مشخص کارنامه مجاهدین در تاریخ چند دهه اخیر بمونه و وارد بحثایی که مربوطه اما خودش به تنهایی یک برنامه است نشیم، از جمله اینکه عوامل صوت دولت دکتر نجیب چی بود. در بحث نقش و میشه گفت کارنامه مجاهدین در اون زمان در دوران جهاد، خانم محسنی هم تردید ابراز کرد در مورد استقلال مجاهدین. آقای غریق قبول میکنید که در همون دوران جهاد وقتی همزمان مذاکراتی هم برای پایان یافتن اون بحران و بیرون رفتن نیروهای شوروی از افغانستان بود، در ژنو سخنگوی مجاهدین دولت پاکستان بود؟ چرا مجاهدین به خودشون باید اجازه بدن که دولت پاکستان در مذاکرات ژنو از طرف اونها حرف بزنه؟ این چه استقلالیه؟ چی نوا؟ دولت پاکستان به طرفداری به مسائل مشکلات فیما بین افغانستان و پاکستان چی میکرد؟ مسئله افغانستان تنها مسئله و اکثر گروه های مجاهدین قبول نداشتند مسئله ژنو و بارها اعلامیه دادن، بارها صحبت کردن، بارها اسناد موجوده که دولت مجاهدین حتی ماهیت مذاکرات ژنو قبول نداشته. میتونید و تنها میتونید مدارکی که در این زمینه دارید که بله. مجاهدین مخالف بودند که دولت پاکستان در ژنو از جانب اونها حرف بزنه رو روی فیسبوک برنامه پرگار بگذارید؟ دیگه کتابای متعدد در این زمینه نوشته شده کتاب بله. چون ممکنه بله. تفسیر باشه بله. مورخان بله. مدرک باشه. شما معتقد هستید که در دوران جهاد مجاهدین استقلال خودشون رو حفظ کردن به این ترتیب؟ استقلال خود حفظ کردن مجاهدین. اگر مجاهدین نوکر پاکستان می بودن و پاکستان سخنگوی اینا می بود، یعنی تقریبا 15 سال میشه کسی نمیگه نوکر پاکستان بودن ولی بحث این است که در یه دورانی سخنگوی، یعنی بعدن خود پاکستان پاکستان چی ضرورت داشت اگر مجاهدین اینقدر وابستگی به پاکستان بله. داشتن، چی ضرورت داشت که طالب تشکیل کنه، چی ضرورت داشت که کابل راکت باران کنه؟ این نکته مهمیه خانم محسنی. فعلا من فکر میکنم که هنوزم دوران جهاد مجاهدین اصلا استقلال نداشتن به خاطر که از کجا تمویل میشدن جای سوال است. ولی خانم محسنی اجازه بدید قضايا رو با دقت بیشتری طرح کنیم. تمویل متفاوت با استقلال نداشتن هستن بسیاری جنبش های رهایی بخش که کمک میگیرن از یک قدرت خارجی، ولی کمکی که میگیره متفاوت است. ببین وقتی مشخصا شما از استخبارات یک مملکت کمک میگیری دیگه نمیتونی میر توجیه بکنی، می توجیه نداره آقای کریمی. ما به اضافه از اینکه آقای غریق ما اصلا قبول ندارم که زمان جهاد مجاهدین مستقل استقلال عمل داشتن، اجازه بدن که فعلا هم نداره. ما خودم درمی انتحارهایی که از سال 2000 به بعد، از سال 2007 به بعد انتحارها و انفجارهایی که در داخل افغانستان شروع شد، ما باور کنین که با چندین رهبر مجاهد صحبت کردم و از اونها تقاضا کردم که بیاین امیر حرام اعلان کنین. شاید اگر حرام اعلان میشد از طرف رهبرای جهادی، از طرف رهبرای مذهبی، شاید در 100% انتحارا و انفجارا از بین نمیره، ولی 80% تاثیر داشت. خانم محسنی را من رد میکنم با صراحتی که استاد سیاف انتحار را رد کرده
و با او صراحت صحبت کرده. کی دیگه آماده صحبت کرده؟ استاد سیف کی؟ تاریخش کیه؟ استاد سیف پار سالی گه پا اعلام کرد. او هم در حرام دانسته. یعنی معتقد دیر گفته. ما سال 2006 که شروع شد انفجار ها، ما خودم با این آقایان صحبت کردیم. و از اینا ما تقاضا کردیم که از رسانه ها، از میدیا شما بیاین این حرام اعلان کنین. اگه ما حتی خواهش کردم ازشان که حتی اگه 100% نتیجه نداشته باشه 80% خب بذار جواب بدن. ولی اونا انتحارای طالبان بخشی از جهاد میدانن، بخشی از جهاد میدانن. من خودم صحبت کردم. البته شما فراموش کردین که استاد ربانی جان خود به امیر داد. استاد ربانی رو اینا طالب چند فیصد از رهبرای مجاهدین ترور کرده. شما بیایم ولایت به ولایت از تمام اقوام، شما میدونید که 100% طالبان از این کارو از هلمند رهبرای مجاهدین از هلمند رهبرای مجاهدین چی کردن؟ ملا غفار آخونزاده اینا در هلمند، چیز قریب آبا را در غزنی که اینا پشتون بیدن، حجی قدیر ببینیم در چیز استاد ربانی، احمد شامسود، علاءالدین خان، از هر ولایت ببینیم برجسته ترین افراد، این افراد عادی را که اینا ترور کردن که خیر این قدر تضاد ده که مجا از ترور کردن چی مشکل چیز داره؟ رهبرای جهادی یا استاد ربانی بوده که اون شهید شده، یا استاد سیاف بوده که اون پیام چیز داده، یا صبغت الله مجددی بوده که به سخت‌ترین لهجه محکوم کرده. نکته مهمیه، بذارید از آقای میهنپور بپرسم. آقای میهنپور، واقعیت اینه که شخصیت‌های برجسته مجاهد بودن که از زمان قدرت گرفتن طالبان تا همین حالا بیشترین تلفات رو دارن میدن. در اینجا شک نیست. اتفاقا خب به حال خودگش ما با یک جبهه جنگ بدتر دیگه که جنگ با طالب و جنگ با داعش است مواجه هستیم. در این معنی میگم که تنها مجاهدین این میال صفوف قوای مسلح افغانستان یک ترکیب کاملا ملی داره و کاملا غیر مکتبی داره و گفتم میتونم که تا حد از عضلات حزبی شدن بدر شده. اتباع کشور ما چی از جنوب، چی از غرب، چی از شرق، چی پشتون، چی تاجک، چی ترکمن، چی مجاهد، چی غیر مجاهد، چی هم امروز در صفوف قوای مسلح افغانستان جوانایی هستند که سالها در دولت‌های گذشته در زمان کارمل، در زمان نجیب اجرای وظیفه میکردن در قوای مسلح، صادقانه هم امروز هم کار و مبارزه میکنن. ایره من نمیتونم بگیم که تمام از این فقط این مجاهدین است، ولی من ایران این کار نمیکنم که مجاهدین قربانی نداده و یا قربانی نمیده. این درست است، ولی من بازم به حرف آقای غریق احترامانه خدمتان عرض میکنم که شما نام بردین از کشته شدن قاری بابا در ولایت غزنی. این در این دوران کشته نشده، او عنصر اجازه بدین طالبان کشته، او را آیسای پاکستان کشته. او دوران ما بود، دورانی که ما خودم در کشف خارجی افغانستان کار میکردم. ما خوب دریافت کردیم که سه پلان سه پروژه بود. قاری بابا را در روجه باید بکشن، حتی موسمی را در مابین قندار باید ترور بکنن و صبغت الله مجددی را در مابین پشاور باید ترور بکنن. اینا مراجع عمده قومی و مذهبی را میخواستن که نابود بکنن تا ای که نه تنها تفرقه را در مابین نیروهای داخل کشور، بلکه به او نوع مجاهدینی که طرفدار صلح هستند اونا را هم باید سربنیز کنند. بنابراین این توطیه نیست که جانب طالبا باشه. به هر ترتیب و آقای میهنپور ایر میکنم که مجاهدین تنها برای خود نمی جنگن و مقاومت نمی کنن، بلکه برای شما هم میکنن که شما که عضو حزب دموکراتیک خلق بودین. به چی معنا؟ من دلیل دارم. مجاهدین آمدن قدرت گرفتن، اما یک نفر از اعضای حزب هیچ گونه مزاحمت نکردن. شما نشان بدید که یک نفر از اعضای حزب گرفته باشن، کشته باشن یا چیز کرده باشن، با وجودی که خصومت 14 ساله بوده، اما پالیسی مجاهدین همیته بوده که هیچ کسی حتی اونا رو شرکت بدن به حکومت، به حکومت اینا شرکت داشتن، بدنه های وزارت خونه ها رو به دست اینا دادن. اما همه مجاهدین بارها برفتن، دکتر نجیب به ملل متحد بندی بود، احمد شامسود بارها به دنبال دکتر نجیب روان کردن که بیای دکتر نجیب، اما هیچ کاری نکردن. اما طالب به مجرد که رسید دکتر نجیب اعدام کرد و طالب
رادیکالیزمی که امروز در افغانستان چیز بله، البته اگر شما آقای قرین اگر بخواید شما مجاهدین رو با طالبان مقایسه کنید اون وقت نتایج دیگه میگیرید، ولی یکی از خاطرات بد برای مردم کابل راکت باران یا توپ باران شهر این توسط مجاهدین انجام شد دیگه، این خاطره رو که نمیشه فراموش کرد. یا می قربانی ببینید آقای قرین، به این مسئله به این مسئله من دلیل دارم. اگر حکومت مجاهدین در جنگ‌های داخلی کابل ملامت بوده و اونا جنگ داخلی بوده و اونا چی بوده، پس امروز هم جنگ داخلی است. ادامه همون راکت بارانه که امروز هم هسته، همون مردم یعنی راکت باران کابل ضروری بود در اون زمان. نه از همون لحظه، نه از همون لحظه پاکستان پروگرام داشت کابل چی کرد تا به حال که طالب است. و همیشه وقتی که به بنبست میرسیم آقای غریق در بحث‌های مربوط به افغانستان، وقتی صحبت راجع به جریان داخل به بنبست که میرسیم میگیم پاکستان، نمیشه که خب من دلیل دارم. همین حال همون کسایی که راکت میزدن حال در صف مقابل نیستن، کدام لحظه آمدن به پلوی دولت استاد شدن. خب ببینید آقای غریق، همال شما مجاهدین به عنوان کسایی که سردمدارایی هستند که استقلال مملکت میخواهی، آرامش مردم میخواهی، ما به هیچ وجه نمیتونیم توجیه بکنیم که 15 گروه و 15 حزبی که مجاهد هستند، اینا واقعا همه ایشان آرامش مردم میخواین، اینا اتحاد ملی رو نتونستن ایجاد بکنن. شما در یک حزبی که مثلا در حزب آقای سیاف نمیتونی یک نفر هزاره رو پیدا کنی، یک نفر ازبک پیدا کنی. اگر واقعا از لحاظ اسلامی اینا یک دید خوب به مردم ارائه داده باشه، چرا مردم نرفته؟ یعنی معتقد هستید مجاهدین نتونستن از مرزهای قومی عبور کنن؟ اینا قومیتی. خب اجازه بدید، این نکته مهمیه. این خیلی مهمه آقای کریمی. ببینید شما نمیتونید در حزب آقای خلیلی دو تا پشتون پیدا کنین، شما نمیتونید در حزب دوستم دو نفر پشتو زبان پیدا کنین. این نشان میده که این قومیتی است. پس اصلا بحث از بحث مجاهدین خلاص است به نظر من. ما میرسیم به رهبران قومی. اینا در زمان جهاد هم عقده هایی که در طول قرن ها اقلیت های افغانستان داشتن، اینا دامن زدن. شورای مرکزی جمعیت اسلامی رو ببینیم، استاد حمزه پشتونه، حمزه پشتون است، دکتر نقیب پشتونه، اکثریت اعضای جمعیت شورای اجراییش پشتونا تشکیل میدن. بر علاوه از این بزرگترین قماندانا در هلمند از قوم پشتون، مولوی عطا احمد، آخوندزاده ملا غفار آخوندزاده، در قندهار ملا نقیب آخوندزاده، که اینا همه شهید شدن. یعنی معتقدید که گروه های جهادی تونستن از مرزهای قومی عبور کنن؟ بسیار خوب، اجازه بدید یه نکته مهمی رو که در تحلیل حرکت مجاهدین به خصوص از جانب شماری از تحلیلگران خارجی طرح میشه، من در میان بگذارم با شما خانم محسنی، چون شما باید به چنین تحلیلی جواب بدید. گفته میشه که حرکت مجاهدین عملیات و کنشگری در میان گروه های زیردست قومی رو زیاد کرد. این تحلیل رو آقای میهنپورم به من گفت که موافقه باهاش و معتقدن که باعث شد که سهمخواهی اقوام زیردست افزایش پیدا بکنه، به دلیل اینکه اینها عملیات پیدا کردن، اینها کنشگر شدن، در تاریخ افغانستان اهمیت یافتن. شما انکار نمی کنید که این یکی از ثمرات حرکت مجاهدین بود؟ نه، اینو من قبول دارم. اعمال شما می بینید که ازبکا در طول تاریخ افغانستان شاید که نفوذ که حال داره در سیاست نداشته بود، هزارها نداشت، و حال اینا فرصتی پیدا کردن به خاطر از اینکه بخواین سهمی در حکومت داشته باشن و بخواین به عنوان اتباع افغانستان زندگی بکنن. شما میبینید که در طول تاریخ افغانستان بالاخره بی‌عدالتی هایی بوده که مردم به اینجا رسیدن، عقده هایی بودن برای توده های مردم که بالاخره باید صدایشان رو میکشیدن، و یه فرصتی بود که کشیدن مردم صدایشان. من میخوام اشاره بکنم به اینکه بعد از 2001 وقتی که دموکرات ها با شعار دموکراسی روی کار میآیند، اینا دامن میزنن به مسائل قومی، به خاطر از اینکه اینا وقتی که به قدرت میرسن تلاش میکنن که از قوم خاصی اینا پست های کلان، پست هایی که سوداور است برای مملکت، پست های کلیدی رو بیشتر به قوم خاصی بدن، و این تحریک کرد. خانم محسنی، آقای غریق میگن که اگر هم افزایش عملیات و کنشگری اقوامی که تا قبل از اون زیردست بودن مفید بوده، حاصلش که سهم‌خواهی اقوام مختلف در عرصه سیاسی مفید نیست.
چنین چیزی قبول دارید؟ این حال یک قسمت دیگه ای سوال که است، ای تا ای سرحد مفید بوده که برای یک تعداد مردم و مستضعف و بیچاره و غریب و اینا هم فرصت داده شده که در سیاست بیاید و بی خود سهیم بدانند در امورات از این کشور. اما از این جریان یک سری بهره برداری های هم شده. او بهره برداری ها ریشه در قبل از حکومت مجاهدین داره. مثلا وقتی که حکومت وزارت اقوام و قبایل تشکیل میشه در دوره قبل از پیروزی مجاهدین، وزارت امور ملیت ها تشکیل میشه، حتی حسن شرق در کتاب خود حسن شرق صدر اعظم دوره دکتر نجیب بوده، در کتاب خود نوشته میکنه که این پلان ها قبلا ریخته شده بود. این پلان ها چی شده بود؟ حتی دستور داده شده بود که بعد از چی دو فرقه، یک فرقه پشتون بره به استاسیاف چشه، فرقه هزاره بره به حزب وعدت، و هر دو فرقه رفتن. حسن شرق صدر اعظم کی پلان کرده بود؟ ایر به دوری دکتر نجیب پلان شده بود تعمی کار باشه، و بعد از اون قبل از اینکه مجاهدین به کابل بیایه میگه همه کار شد. ایر حسن شرق در کتاب کرباش میشانه برانپان. اجازه بتین محترم غریق صاحب خدمتتان عرض بکنم، یکی نوشته آقای حسن شرق است. هر کس میتونه در مابین یک کاغذ سفید یک چند کلمه را سیاه کنه. شهر خودم الدین صدر اعظم دوری در ترجیب هرچی باشه اجازه میتین که ما برتان بگویم که اصلا شما میگین که یک فرقه پشتون، یک فرقه هزاره، ما ایتر فرقی که به نام پشتون ها بوده باشه یا فرقی به نام هزاره ها بوده باشه، ما ایتر فرقه ها نداشتیم. در دوری دکتر نجیب فرقه های قومی، کندک های قومی در تمام چیز، کندک قومی علیزهی بود، کندک قومی نورزهی بود، اونا در محل خود بوده. اجازه بدین غریق صاحب، ما در تمام ولایات، در تمام ولایات افغانستان یک بخش از ملیشه ها و یا به اصطلاح نیروهای محلی داشتیم که از محل خود دفاع میکردن. این یک معنی دارد و معنی دیگه که شما نام یک فرقه را میگیرین و باز دوران سیاف و دکتر نجیب امر کرده باشه که فرقه پشتونا برن پیش سیاف و فرقه هزارا برن پیش محقق یا خلیلی، این چیزای کمه که به اصطلاح سوی ذهنیت دادن و یا غیر فکت ها را پوشانیدن است و در واقع ذهنیت مردم خراب کردن. ما از این دوران دیگه گذشتیم که آل ما یکی به نام مجاهد، یکی ما به نام کمونیست یا فلانی در دو طرف میز بخیزیم با هم مجادله بکنیم، شما از مجاهدین و ما از نیروهای دموکراتیک خلق افغانستان. حال زمان کنار آمدن است، نه زمان کنار رفتن. بین ما و شما که ذهنیت میتیم مردم همیال از طریق توربین عالی، ما مجبور نیستیم که اگر یک چیز خوب هم است، حقیقت هم است، باید سرش پافشاری کنیم، و اگر حقیقت هم نداره سرش پافشاری کنیم. ببینید خوبی هایتان هم نگاه کنین، خرابی هایتان هم اعتراف کنین. بحث من مستند صحبت کردم، گفتم همون آدم همین رقم نوشته کرده، کتاب ایرمان چیز اسنادش هم میگذارم پیش ما. بعدن مسئله به ایست که همین اختلاف مسائل قومی چی رقم پیدا شد. امروز هم ما مسائل قومی بدترین و امروز هم که از مسائل قومی استفاده میشه، مسائل قومی را کشور عناصر بیگانه دامن میزنن برای استفاده جویی، و در اول مجاهدین حتی طوری بوده که هیچ مسئله و مشکل قومی نداشتن، اما به تدریج این خط از بیرون و به واسطه استفاده جویا این خط قومی کشیده شده، و خط قومی منفورترین مسئله است. آقای غریب، شما اگر که ادعا میکنین که بین مجاهدین خط قومی تازه کشیده شده، چنین چیزی نیست. ما در طول تاریخ افغانستان مسئله قومیت یک مسئله مهم بوده که به او پرداخته نشده، و امروز ما میبینیم که ولی خانم محسنی، خود شما دارید میگید که در طول تاریخ افغانستان مسئله قومیت بهش پرداخته نشده و مثل آتیش زیر خاکستر بوده، بعد خود شما در این حال مجاهدین رو متهم میکنید. بله، که اجازه بدین اگر من میخوام قبل از مجاهدین حرکت مجاهدین رو اگر آغازش رو در دوره صدر اعظم داوود خان بدانیم که آقای ربانی و چند نفر دیگه رفتن پاکستان،
قبل از اون به گفته خود شما مسئله قومی بوده، بعد از دوران جهاد هم مسئله قومی بوده، پس چرا ببینید مردم عادی، توده های مردم که با سیاست که هماهنگ نیست که آقای کریمی، وقتی توده مردم، مردم بی‌سوادی که توی روستاها زندگی میکنن، وقتی اینا سالها قرنها اینا توهین شدن، وقتی که زنها اینا به کنیزی گرفته شده، وقتی که اینا زنهایشون فروخته شده، وقتی بچهای جوان از اینا فروخته شده، اینا در طول قرنها مردم عوام است. اجازه بدین به من ببینید، وقتی که ما شما میایین ادعا میکنین که مجاهدین یک دست بوده، ما به هیچ وجه نمیتونیم توجیه بکنیم که هفت گروه سنی و هشت گروه شیعه مجاهدین بودن، اینا چرا متحد نشدن؟ یک مسئله. مسئله دومی که اجازه بدین آقای کریمی، من میخوام این مسئله رو در اینجا به عنوان یک انتقاد بگویم. ببینید در زمانی که در زمان فعلی دو دوره پارلمانی که ما تا حالا داشتیم، مجاهدینی که در داخل پارلمان بوده باعث پسرفت افغانستان شده. اینو من با سند میگم براتون، تمامی قوانینی که ما تعدیل آوردیم به او و او قوانین ما پیشنهاد کردیم به پارلمان در وزارت عدلیه، به خاطر آقای یک آقایی که از یک حزب سیاسی در اونجا، خب دیگه اجازه بدید. نه ببینید از مجاهدین این خانم محسنی وقت نداریم، اجازه بدید جواب بدن. من نمیتونم تا خب 10 دقیقه دیگه خیلی نه شما دیگه وقت ندارید خانم محسنی، خیلی کوتاه. یکی ایست که من با شما اختلاف چی دارم، عمیق اسمه که انسان ها از نظر فیزیکی متغیرن، همین قسم از نظر اختلافات فکری هم اختلاف فکری بین دو نفر نزدیک هم که چی کنیم اختلاف است. این اختلافات من نمیگم که نبوده، بوده، اما به شکل شمشیرکشی نبوده. مجاهدین در زمانی که مجاهدین بودن، یک آدم از نیمروز حرکت میکردن میرفت تا جد. این بله، این نقد خانم محسنی رو چی جواب میدید که بسیاری از قوانینی که از جانب فعالان مدنی از جمله فعالان حقوق زن به پارلمان میره، این مجاهدین یا مجاهدین سابق هستن که جلوشو میگیرن به ما نمیشه؟ این نقد خیلی کوتاه، جوابش چیه؟ این مسئله مجاهدین تنها نیان که چی، یعنی با عنوان از اینکه یک مسئله را مسئله او مسئله برمیگرده به یک تعداد تفکرات که است. مثلا اینا انتقاد دارن به سر او فتوای آقای محسنی که در ارتباط با چیز شیعی معمی کرده. آقای محسنی نه عضو یعنی معتقد اینها رو نباید به مجاهدین نسبت داد. و این هم نیست که آدم کمپلیت یک فکر کلان 100% کلیشه‌ای مثل فاشیستا و استالینیستا بری یک فکر کمپلیت رو تایید بکنه. بسیار خوب، خوبی رو خوب بگین و بدی رو بد. خیلی ممنونم، تشکر. برنامه این هفته همینجا تموم میشه. ممنون از اینکه این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، عادل محسنی، عبدالکریم غریق و ضمیر میهنپور. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست و از فیسبوک برنامه مطابق معمول میتونید استفاده کنید و همین بحث رو اونجا ادامه بدید. شب و روز بر همه شما خوش.